خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه جدید تلویزیون رنگارنگ در روزهای دوشنبه خوش آمدید. خب همینطور که میدونین تلویزیون رنگارنگ با 25 سال سابقه یکی از قدیمی ترین کانال های تصویری در اروپا، برای ایرانی البته، بس میتونم بگم در سراسر جهان، به نوعی برای اینکه اون زمانی که ما شروع کردیم و تلویزیون رنگارنگ رو بیرون از مرزهای کشور انگلستان میرسوندیم، خبری از این تلویزیون های ساتلایتی نبود. حالا این برای این آغاز گفتم که به هر حال با پشتوانه ما آشنا باشین. تلویزیون رنگارنگ رو تاکید میکنین روش، چون تلویزیون رنگارنگ دیگه رو که وزارت اطلاعات ساخت که در واقع سایه بیانده در روی اسم رنگارنگ لندن، هیچ گونه ارتباطی با تلویزیون رنگارنگ لندن ندارد. و اما هدف از دوشنبه ها آغاز هفته است و در واقع میشه مروری به مسائل هفته قبل کرد و شروع هفته رو با تازه ترین خبرها و تفسیرها و گزارش های مختلف آغاز کرد. امروز که در واقع روز آغازینه و بسیاری از شما عزیزان حتما این برنامه رو غیر لایو به قول گفتن یا زنده خواهید دید روی وبسایت رنگارنگ، هدف اون اینه که بتونیم این برنامه رو به معرض دید شما قرار بدهیم. ما به خاطر تعطیلات تابستانی که قرار ماه جون باشه یا جوان باشه، متاسفانه یه مقداری طولانی تر شد و به اواخر آگوست رسید و این قطع وصل کردن مسلماً یه مقدار بینندگان رو خواه ناخواه از دست خواهیم داد و همونطور که بسیاری شما دیدین تونسته بودیم تلویزیون رنگارنگ رو به اندازه برسونیم که در میان تلویزیون اینترنتی یکی از پربیننده ترین تلویزیون های ایرانی باشه. ولی بازم تلاشمون رو میکنیم، بازم سعی میکنیم برنامه هایی مثل گذشته متفاوت برای شما تهیه کنیم که در جای دیگه دیده نمیشه. تلویزیون رنگارنگ 25 سال یک شیوه رو برای خودش انتخاب کرده و شاید این شیوه است که بسیاری رو علیه ما شورونده و دوستان بسیاری هم پیدا کردیم. هدف تلویزیون رنگارنگ و مجله رنگارنگ از ابتدا افشاگری و روشنگری بود. ما زیاد در خط و حول و حوش خبری نبودیم که خبر روز باشه اینجور. همیشه هدفمون بود که افشاگری و روشنگری کنیم، یعنی چیزی که جایی نوشته نمیشه، جایی دیده نمیشه، جایی گفته نمیشه و ذهن مردم رو از مسائل پشت پرده یا اهدافهای پشت پرده آگاه کنیم. همونطور که امروز دو برنامه داریم که خواهیم بود. قبل از که بریم و یک در واقع تنفس کوتاهی داشته باشیم و یک آهنگ گوش کنیم و برگردیم، این اشاره کنم که شنبه آینده که بعد از حرفای ما اول، حرفای من اول اون آگهی رو خواهید دید، تظاهرات 2 آگوست مقابل پارلمان انگلستان که من فکر میکنم این وظیفه هر ایرانی انسان دوسته، اصلا به وطن کاری ندارم، من به انسان دوستن کارم، که از کشته شدن بیش از 30,000 نفر انسان به هر دلیلی، این وظیفه و تعهد رو برای خودشون بدونن که برای ساعاتی بیان و علیه این جنایت عظیم نظام جمهوری اسلامی تظاهرات کنن. به هر حال آگهی رو میبینیم و بعدم آهنگی با هم خواهیم دید و در دنبال برنامه در خدمتتون خواهم بود. We'll be right back.
درد فراوان که شد، زخم نمایان که شد، حرف دوا رو زدم، خیلی درا رو زدم، هیچ جری رو وا نشد، ماهی دریای دل گم شد و پیدا نشد، گم شد و پیدا سر گذشت، حرف هوا رو زدم، خیلی در رو زدم، هیچ در این اون با نشد، ماهی دریای دل گم شد و پیدا نشد، گم شد و پیدا تن دوست نیست، حرف قبا رو زدم، خیلی در رو زدم، هیچ در این اون با نشد، ماهی دریای دل گم شد و پیدا نشد، گم شد و پیدا در این قسمت در واقع درباره یک سناریوی اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی با هم صحبت خواهیم کرد. همونطور که اول برنامه گفتم، هدف ما همین روشنگری افشاگری این طرح‌هاست و ترفندها. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظامی که به هر حال 38 ساله داره حکومت میکنه، اندازه 380 سال واسه خودش ارتباطات برقرار کرده، به خاطر اینکه چون ایرانی نیستن و در خزانه ملت ایران رو به روی جهانیان گشودن، از دولت‌های اروپایی آمریکایی گرفته تا شرکت‌های بزرگ مافیایی جهان، حتی در دانشگاه‌های مختلف جهان جمهوری اسلامی پول هنگفتی این سال‌ها سرمایه گذاری کرده که اساتید این دانشگاه‌ها رو مفت مجانی به ایران ببرن و بیارن برای هالیدی 2 هفته 3 هفته‌ای
که اینها رو در واقع نمکگیر کنه و بسیاری کارهای دیگه. دیوار دفاعی کشیده از رسانه‌های مختلف که الان نمونای بارزش رو می‌بینید دیگه، صدای من و تو، رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، ایران فردای نوریزاده، سایت‌های اینترنتی مختلف که اینها در واقع زبان دوم جمهوری اسلامی هستند و اینها همه در طرحی به نام 2080 که بارها گفتم 2080 چیه شرکت میکنن. یعنی تمام اینا برنامه‌ای که تولید میکنن اساسش اینه که خودشون رو مخالف نظام جمهوری اسلامی نشون میدن، ولی در یک بخش میان میگن که اپوزیسیون هم در داخله که طول سالها اینو کردن و بارها من درباره صحبت کردم، ولی برای اینکه وقتی این برنامه رو نگیرم به این اصل قضیه بدم. الان شخصی به نام جهرومی اومده که در واقع پیشنهادم شده به عنوان وزیر در دولت روحانی شرکت داشته باشه، اومده گفته که بله من از طرف وزارت اطلاعات و ارگانهای امنیتی مأمور خرید دستگاه‌های مختلفی بودم که یکی شنود نام فلان بوده، یکیش هم دستگاه‌هایی بوده که به قیمت بسیار گزافی یا گرانی می‌خریدم که در واقع از یه شرکت انگلیسی، ولی می‌رفتم تو چین ازشون تحویل می‌گرفتم. از این ما داستان حالا می‌خوام بگم اصل قضیه چرا اینا رو میگن. خب وقتی کسی اینا رو میگه ولی خودش جرمه، یعنی یارو علنا داره میگه ما جرم بسیار بزرگی مرتکب شدم و شدیم. حالا بازم چرا اینو میگن که آره دستگاهی خریدیم که صدایی رو که مثلا میخواستیم تقلید اون صدا رو درست اورجینالش رو یعنی دقیقا مثل همون رو انجام میدادیم. مثلا چگونه؟ فرض مثلا صدای کروبی رو، صدای موسوی رو، صدای خاتمی رو، صدای هر سگ و گربه ای رو که اون اصلش بود، کافی بود اون مثلا بگه سلام حالتون خوبه، اون صدای اورجینال رو در این دستگاه نه طوری بر علم انقدر پیشرفت کرد که انجام میکنن طوری تنظیم میکردن که بعد اگر یه نفر دیگه میشست میگفت که من همین امشب میخوام برم خاتمی رو، خامنه ای رو، کس همه رو بکشم، پاره کنم، چیزی که میگفت با اون صدای اورجینالی که قبلا ضبط شده بود طوری تنظیم میشد که دقیقا صدای همون شخص میشه. خب تا اینجاش. حالا این آقای جهرومی چرا اومده اینو میگه تو دقیقه 90 که جمهوری اسلامی لبه پرتگاهه، آمریکا جلودار مبارزه جدی با نظام جمهوری اسلامی شده به دلیل اینکه این نظامو یک نظام تروریست پرور میدونه و معتقده که مادر تمام جنایاتی که در این سالها شده جمهوری اسلامیه. به همین دلیل تصمیم گرفته این در واقع نطفه شوم رو از بین ببره و نظام فهمیده که اندفع از این بازی‌های جنگی زرگری نیست که تو این 38 ساله دولت‌های آمریکایی و اینا می‌کردن، هی حمله می‌کنیم، می‌کشیم، می‌زنیم. از زمان چه می‌دونم ریگان شروع شد همینجوری ادامه پیدا کرد تا الان، تا زمان اوباما. الان ترامپ اومده داره خیلی جدی اینو مسئله رو مطرح می‌کنه. حالا باز از بحث خارج نشم، این داستانه که اینا حالا اومدن در این فضا گفتن خودمون بیایم فضا سازی کنیم دیگه، بیایم مردم رو، اینجا بحث مردمه، مردم رو که مهمترین عنصر حفظ یا سقوط یک نظام رو جذب کنیم. جهرم اومده گفته که بله ما اومدیم بخواد تو اتاق مثلا فکر رژیم که زیر نظر دولت احمدی نژاد بوده، فرد همش از چیزای مردم استفاده میکنن، آره ترتیبی دادیم که صدای کروبی و موسوی و رفسنجانی و خاتمی رو ضبط کنیم که اینها نشستن علیه خامنه ای توطئه کردن و گفتند خامنه ای رو برکنار کنیم و بیایم ولایت فقیه رو شورایی کنیم.
و این نوا رو بردیم خدمت آقا، برای آقا پخش کردیم و گفتیم آقا ببین اینا تا کجا دارن توطئه میکنند. و آقا با سعی صدر دستور فرمودن شما فعلا کاری نکنید، صداشو در نیارید تا من ببینم چه باید کرد. دوباره یه دونه دیگه درست کردیم، شدیدتر و تندتر، باز بردیم خدمت آقا، باز گفتیم ببین آقا اینا اگه نجنبین دارن این کارو میکنن، مملکت رو میخوان به نابودی بکشن غیر ذالک. آقا دستور فرمودن بدون اینکه بهشون بی احترامی بشه اینها رو در واقع زندانم نکنین، ولی تحت نظر قرار بدین. کسانی که میخواستن در واقع حکومت ولایت فقیه آقای خامنه ای رو نابود کنن، ولی ایشون بازم با بردباری و تحمل و سعی صد گفته نه محترمانه جا کلا اسمش گوشن چی هست. این بازی هست در واقع در آب نمک خوابوندن همین جکو جونورایی مثل موسوی و کروبی بوده، که حالا با گفتن آقای جهرومی هدف چیه؟ هدف اینه که آقای خامنه‌ای که نمیدونسته این نوار ساختگیه، هر کسی دیگه هم بود، اگه زمان خمینی بود که همونجا میگه آقا اینا رو اعدام کنین، باز این آقا این تفاوت‌ها رو داره از نظر انسانیت. حالا آقا فهمیده که اینها گول زدند، آقای بیگناه، آقای عاری از هیچ کدوم این اشتباهات، تازه مشتد داره متوجه میشه که اینها سرش کلا گذاشتن. و حالا آقا اول دستور داده محرمانه مسببین این طرح شوم رو پیدا کنن، و بعد حالا داستان چی میشه؟ حالا بعد آقا اجازه میده که این دوتا قهرمان ملی از حصار بیان بیرون و مردم در کوچه و خیابان رقصان و دستزنان و پایکوبان به استقبال قهرمانان ملیشون برن و فضای مملکت دگرگون شه و اپوزیسیونی که در حیه حصر بوده بیاد و برای مردم راه نما بشه و به دولت آمریکا نشون بده که آقا ببین شما چرا دنبال اپوزیسیون میگردین، اپوزیسیون اینه که مردم برای سر دست میشکنن و تمام ایران به پیشواز قهرمانانش رفته. و کله دوم رژیم مثلا بیا جایگزین بشه با حفظ آقا، که هر انسانی، هر فرشته‌ای، هر آدم ماورالطبیعی هم جایشون نشسته بود این صدا رو گوش میکرد تحت تاثیر قرار میگرفت. و بازم مهربانه آقا تو قهرمان رو میبخشه و اینا هم به دستور آقا میرن. همه چی در پایان فیلم به خوبی و خوشی پایان پیدا میکنه. دنبال برنامه رو با هم ادامه میدیم. اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی به هر حال یکی از فعالترین اتاق فکرهای جهانه و من جو بارها و بارها گفتم که در این اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی اشتباه نکنیم، یک سری آخوند حجره نشین نیستن. اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی دو نسل جوانهای با استعداد و پر انرژی بودن که اومدن در بهترین دانشگاه‌های جهان درس خوندن، زیر نظر اساتید جهانی تحصیل کردند و اتاق فکر جمهوری اسلامی وصل به اتاق فکر جهانی. ولی این اتاق فکر
جمهور اسلامی شاید بیش از 1000 کارمند داره، هیچ جا هم دیده نمیشن، هیچ جا هم به رسمی ثبت نشده اسم و رسمشون، و این متفکران که رفتن درس خوندن آگاه هم هستن، بخش های مختلفی دارن، ده ها بخش دارن، بخش ورزشی دارن، بخش هنری دارن، بخش هنریش هم تازه بخش بندیه، موزیک دارن، سینما دارن، تئاتر دارن، غیره و زاری، تلویزیون دارن، میاد تو بخش اقتصاد، تمام زمینه های مختلفی که وجود داره این اتاق فکر نظام جمهوری با آدم های متفکر و با تر و برنامه میشینن از صبح تا شب برنامه ریزی میکنن، فکر تولید میکنن و به جامعه میخورونن که نبض جامعه رو دستشون بگیرن. و یکی از شیوه هایی که خمینی با دهنش گفت، شاید کسی خیلی توجه نکرد، اینها اومدن رو اونو پرورشش دادن، سیستماتیکش کردن به صورت در واقع به قول خودشون کاربردی آوردن تو جامعه. چون خمینی میگفت اینا که معلوم بود، گذشتگان رو میگه که یعنی اینا همه رو باید جارو کرد، سیفون رو کشید، کردن دیگه تو همه رشته‌های مختلف، از اساتید دانشگاه گرفته تا هنرمندان رو خونه نشین کردن، زندان بردن، شلاق زدن، غیر ذلك. یه بخشی در هنر به قول گفتن یعنی جستن و به نظر من به اینا میگن هنرمندان توده‌ای، هنرمندانی که اگر بخوایی سرجمشون کنی از نوشین شروع میشد که تئاتر ایران میگن پدر روح تئاتر ایرانه و کسانی که زیر دست نوشین پرورش پیدا کردند و که میتونم حالا حداقل بگم جوون که بودن این تمایلاتو داشتن نظر سیاسی، آقای عزت‌الله انتظامی، آقای مشایخی، داوود رشیدی، نصیریان، به هر حال اینا که زنده بودن، ولی اینها با کارهای خوبی که در سینما و تلویزیون نشون دادن تفاوتشون رو با دیگران به ثبت رسوندن. یعنی نشون دادن که این آدمها هنرمندانی هستن که نسبت به هنرمندان جمهوری اسلامی یک سر و گردن بالاترن و توی 38 سال گذشتم نتونستن کسی رو پیدا کنن که به گرد پای اینها برسه. فرضاً الان این آمده مثلا هنرپیشه هاشون که دیگه اسطوره هاشونن، مثلا حسین علی شهابیه، شهاب حسینی ببخشید، مثلا این دیگه گل بلبلشونه که منی که هرگز جلو دوربین نرفتم به شهادت هرچی که بخواین حاضرم یه پلن به من بدن، اونم بازی کن، اگه من بهتر از اون بازی نکردم، نه که من خوب بلدم، میگم یعنی این تازه شده اسطوره‌شون. چرا؟ چون تو زد و بندهای سیاسی میانشون خارج، جوایز این فستیوال‌های مافیایی رو که پول میگیرن هر کاری میکنن کردنشو، و الانم میخوان اینها رو مثلا به جای بس. همینه که این گروهی است که در تاریخ هنر ایران اسمشون بر تاروکش نوشته شده، ولی همین اتاق فکر نظام جمهوری کاری میکنه و کرده تو این سالها که حرمت و احترام از بین ببره. چون این آدم ها تو هر رشته‌ای، تو هر زمینه‌ای وقتی به حد اعلای اون کار میرسن اسم اسطوره میگیرن و ماندگار میشن در طول تاریخ. اینها برای این که چیزی غیر از نسل خودشون به این جایگاه نرسه هر کسی رو در ورزش کردن، من ورزشی میگم چون رشته تخصصی من میدونم، ده ها تا صد تا نمونهش رو میگم، حشمت مهاجرانی، علی پروین، خیلی چیزا اینا که داستاناش هم از چرا در سینما و دنیای هنر اومدن با اینها کردن، یعنی به ابتذال کشوندنشون از نظر اخلاقی، از نظر پایبند بودن. مشایخی چند وقت پیش مصاحبه کرد، گفت ما نوکر دولتاییم، در دولت‌های مختلف کار دادن ما کردیم،
همین مشایخی در واقع یه جشنواره یک مزخرفی درست کردن به نام نمیدونم جشن منتقدان خانه سینما که 11 اون دوره مثلا برگزار کرده، اومدن یه فیلم نشون دادن که این فیلم در واقع یه بخش در واقع تو این فیلم نشون میده که تاریخ سینما بوده یا هرچی بوده، فوکوس روی آقای انتظامی بوده که بهش میگن آقای بازیگر. در پایانش که از آقای مشاخی دعوت میکنن به روی سن بره صحبت کنن که الان میبینین شما، بسیار تند اعتراض کنه که بله همین آقا فقط هنرپیشه بود، ما که هنرپیشه نبودیم، ما که کاری نکردیم در سینما، و به اعتراض سالن رو ترک میکنه. حالا بعد این سیما اینو ببینیم و برمیگردیم. علی معلم، علی معلم یاد گرفتن چه مثل اون روک باشن، روک حرف هم بزن. من اگر میدونستم که فقط یک هنرپیشه برای منتقدین مطرحه، سالها بود اصلا این کار رها کرده بودم، رفته بودم. جدی میگم ها، امشب فقط تو آسازونی اونم شرمش بوده، بقیه نیستن، بازیگر نیستن، زحمت نکشیدن در چهار سینما، هیچ کدوم زحمت نکشیدن. فقط یه نفر، فقط یه نفر که اون موقع دنبک میزن جلو شهبانون، حالا میاد خونشون تو برام میکنه. چرا شما این رو نمیدونیم؟ و در دنبالش به کارهای در واقع پرونده سازی هم میرسه. مثلا آقای مشایخی میگه که یاد دفته آقای انتظامی تو دنبک زن فرح بودی بسته شد به اونجا، و حالا خونه تو کردی موزه مثلا سینما. آقای نصیریان بارها به شکلهای مختلف حرفهای دیگه و عملکردهای دیگه، اینا به دیدارهای آدمایی رفتن که دستشون به خون ملت ایران آغشته است، خودشون رو نوکر و فرمانبر اینا نشون دادن و بحث هم اینه که اسطوره سوزی کردن و شاید بد نباشه که تا این به حرفای فردین گوش کنیم که ختم کلام میگه، میگه ما هر روز میمیدیم، بهتر خودتون ببینید و قضاوت کنید. بالاخره همه رفتنی هستیم، این حقیقتی است که خب هست، تلخ در هست، یه حقیقت میوه های تلخی هستند که نباید چیده شود. سعی کن حقیقت هر چیزی را دریابی به شرط آنکه کال یا تلخ نباشد. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی، این مرگه؟ همه داریم هر روز میمیریم، زندگی کجاست؟ علی هر روز مرد به امید یک روز زندگی، اون زندگی که قبلا داشت ولی بهش نرسید. ولی چه میشه کرد؟ کاری دیگه ای نمیتونی رو کنی، فقط آقای شارف نادری گاهی ماها رو دور هم جمع میکنه، خودمون به خودمون جایزه میدی، خودمون خود از خودمون تشکر میکنی، خودمون از خودمون سپاس میکنی، میگیم، میخندیم، شعر میگیم، شعر میشنویم، ساز قشنگ میشنویم. این دیگه اونجا قطعی هست، ولی هر روز we'll be right back.
در این بخش شاید بتونم اسمشو بذارم که آزمایش و خطا. من روی سخنم با اپوزیسیونه، اپوزیسیونی که میخواد در واقع جایگزین این حکومت غیر ایرانی بشه. اولا همین، در طول 38 سال گذشته بارها شده نظام جمهوری اسلامی تا پای سقوط رفته، ولی دولت‌های آمریکایی و اروپایی نجاتش دادن و در کنارش اپوزیسیون هم مسلماً در تجزیه و تحلیلاشون و برنامه‌های اجراییشون مسلماً اشکالاتی وجود داشته که نتیجه نهایی به دست نیامده. سقوط جمهوری اسلامی رو میتونم تو خیلی جاها بگم، میتونم در ماجرای دادگاه برلین بگم، میکونوس در واقع یه دفعه تمام کشورهای اروپایی وزیرا نمایندگانشون رو در سفارتخانه‌های مختلف برگردوندن به کشورهاشون و سفارتخانه‌هاشون رو تعطیل کردن، مردم خشمگین و ناراحت بودن و اینجا میشد ضربه نهایی رو به رژیم زد. یک بار سازمان مجاهدین خلق، یک بار که میگم در حملاتی، حالا میگم یک بار یعنی از عراق برای نجات در واقع ایران حمله نظامی کردن تا بسیاری از شهرهای غرب کشور هم گرفتن که با استقبال مردم هم روبرو شدن، ولی به خاطر چون یکی از سرداران این جنگ یا فرماندهان این جنگ که با ما صحبت میکرد میگو ما هر شهری که میرفتیم زمان بندی کرده بودیم، شهرهایی که میرسیم توقع و انتظار نداشتیم که مردم اینجوری بیان از ما استقبال کنن و مایی که در اشرف بودیم و مدت ها بود با همچین برخوردهایی مواجه نشده بودیم، خودمان دچار احساسات می شدیم و با مردم همراه می شدیم، به همراهشون گریه می کردیم، خوشحالی می کردیم، اونا رو ما رو دعوت می کردن به زور برای دیدم چای غذا فعلا، و این تأخیر در حرکت باعث شد که مثلا این نیروهایی که باید یه زمان مشخصی یک جایی می رسیدن همزمان نرسیدن و به قول گفتنی پشتیبانیه که باید از نیروی جلو رونده میشد کم بوده. اینو من دارم از شنیده ها میگم، نمیدونم اصلا اینجوری هست یا نیست. به هر حال اون اتفاقم اونجا نیفتاد. سال 88 که رژیم تموم بود، یعنی سال 88 به نظر من بهترین نمونه سقوط رژیم بود، تا جایی که دیگه مرگ بر خامنه ای و مرگ بر این و شعارهای ملی علیه شعارهای مذهبی و اسلامی دادن و جایی که تلویزیون برنامه هاشو قطع کرد، نمونه بارزش فوتبال داشت پخش می شود، مردم که در استودیو بودن یک دفعه همه همزمان مرگ بر خامنه ای فلان و اینا، اول صدا رو بستن و کلن اصلا تصویر قطع شد. اینجا بود که باز یه تلنگر میخواست که این رژیم بیفته و مردمی که به خیابان ریخته بودن، مردمی که در صحنه‌های بسیار دیدین نیروهای انتظامی رو که مردم رو زده بودن گرفتن گوشمالی دادن، نمیدونم ماشین‌های انتظامی رو آتیش زدن، به چند تا پایگاه و پاسگاه حمله کردن و آماده بودن که هدایت بشن مثلا برن تلویزیون رو بگیرن و به طور کل نظام رو سرنگون کنن. ولی همین امثال نوریزاده ها و تلویزیون هایی مثل من و تو و صدای، حالا من تو نمیدونم اون بود یا نه، ولی بی بی سی و صدای آمریکا که برای همین روزای مبادا درست شده بودن اومدن و موسوی و کروبی اینا رو الکی کردن مترسک و در واقع زهر مردم رو گرفتن و موج سبز رو انداختن که ما رو خودشون بود، که هنوز هم هستن در لندن و کشورهای مختلف دم سفارت تا این موج سبزی ها مردم رو کنترل کردن و
هدفشون وقت خریدن بود که حداقل یک هفته 10 روز وقت بخرن این خشم و کینه مردم یه ذره فروکش کنه و کردن همین کار وقت رو الان امروز هم دارن میخوان از دولت ترامپ. حالا بحثم اینه که الان همون دقیقه 90 دیگه زمان آزمایش و خطا نیست چون قابل بخشودن نیست. اینجا باید به نظر من همه موجا رو روی مردم تنظیم کرد، موج مردم رو باید گرفت، مردمی که میگیم و گفتیم همه این تلاش ها همه این خون ها به خاطر اون هاست، ولی باید یک اپوزیسیونی که میخواد جایگزین حکومت بشه و این مردم رو که 80 میلیون هستند و چند میلیون در خارج از کشور در فضایی قرار بده که به قولی گفتنی بروزشون کنه، اطلاعات بهشون بده، ابهامات رو از ذهنشون پاک کنه، تهمت ها رو از ذهنشون پاک کنه. مردمی که در کوچه و خیابان در جاهای مختلف، من محمود سرابی روزنامه نگار میگم که کارمه 30 سال شهر به شهر اروپا رو رفتم، به جرأت میگم هیچ ایرانی اندازه من سفر نکرده، من تمام شهرهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، نمیدونم بلژیک، همه اینا رو کاسباشون دونه به دونه میشناسم. و با مردم صحبت میکنم، صحبت کردم، از همیشه بحث های مختلف پیش اومده، همیشه هم بحث سیاسی بوده. پس فکر میکنم به عنوان یک مردم شناس نه تو لندن میشنم تو خونم. حرکت کننده و کسی که هوادار اپوزیسیون است که میگه باید به حق جای این رژیم بشینه، نگرانم، به حق دلنگرانم. مردم نیاز دارند، همه چیز رو که بد بهشون گفته شده درستش رو بشنوند. چرا میان دولت‌های اروپایی، آمریکایی و خود نظام جمهوری اسلامی این همه سرمایه خرج میکنن؟ برای چی؟ چرا برای کشورهای دیگه نمیکنن؟ چرا فقط فوکوس کردن رو ایران؟ چرا صدای فارسی بی بی سی تصویرش برای فارسی زبان هاست؟ چرا صدای آمریکا تصاویرش ما رو ایرانی هاست؟ چرا من و تو که اومده بزن و برست و برای شام مامان بیاریم مامان ببریم تمام هفته رو پر کرده از پنل های مختلف سیاسی؟ چرا نوریزاده از پول های امداد های غیبی تلویزیون رو انداخته؟ چرا این همه سایت های اینترنتی را افتاده که پایگاه کسانی است که علیه اپوزیسیون سمپاشی می کنن؟ واقعیت ها رو باید دید. از یک کانال تصویر تنها کافی نیست، چون من با مردم، من نوعی میگم، با مردم صحبت میکنم. من خودم رو میبینم که تو این 4 سال گذشته که رسما و مستقیما از اپوزیسیون دفاع کردم، کاسبایی که 25 سال با من هم رفاقت کردن هم کاسبی کردن و آگهیشون رو هرگز قطع نکردن که تعداد معدودشون هست، میتونم اسم ببرم که شاید نیازی نیست، اینها توی مدت کوتاه با ذکر دلایل مختلف آگهیشون رو قطع کردن. چرا؟ چون منو وابسته به یک سازمانی یا تشکیلاتی میکردن که دلنگرانی دارن، دلنگرانی که ساخته و پرداخته رژیمه و این واژه مردمه. این مردم باید در یک صورت کنار اپوزیسیون بیستن،
حمایت، طرفداری، نه مردمی که الان در واقع به نوعی افکارشون دزدیده شده و خدایی ناکرده بیان و مقابل اپوزیسیون بیایستند. این یک هشدار جدیه. به همین دلیل میگم که جای آزمایش و خطا نیست. البته دوربین ما به روی هر آن کس که میخواد بیاد حتی حرفای من رو اشتباه زده میشه تأثیر کنه بازه. و یکی از دلایل همین اپوزیسیون اگه میتونه از هر روزنه استفاده کنه برای بیان حقایق، خب یکی از کانال ها همینتون باشه. ما با آغوش باز هر آن کس که بیاد و بخواد اپوزیسیون رو چه در گذشته چه در حال به مردم معرفی بیشتری بکنه، اطلاعات بیشتری بده و در واقع املاء نوشته شده مردم رو که رژیم و مزدورانش کمک کردن نوشته شده رو تصدیق کنه، غلطگیری کنه و نشون بده، که دیگه میگم جای آزمایش و خطا نباشه. امیدوارم که در برنامه بعدی تلویزیون رنگارنگ بتونیم دوستانی داشته باشیم که روی موضوع صحبت کنیم. چون باز تأکید میکنم نظام جمهوری اسلامی به یک تلنگری وصل این روسا داره، نهایت تلاششو میکنه، بازیاشو میکنه، ترفنداشو به کار میبره و این اپوزیسیونه که به قول ما فوتبالی ها دقیقه 90 باید استادیوم رو با خودش کنه، که وقتی تیم وارد زمین میشه مردم که طرفدار این تیمن هورا بکشن و به حمایت به پا خیزن. خدایی نکرده اتفاق دیگه ای نیفته. دنبال برنامه رو هم پیدا کنید. هر برزن است گرچه خاموش صحنه باغ و گلشن است، گرچه سرو سرفراز کاشمر از غمان لاله سر بر دامن است، گرچه ایران خاک پاک ایزدی در حصار ظلمت اهریمن است، گرچه دست دخت ایران سال هاست در اسارت ها به قید آهن است، گرچه بس گفتند و میگویند باز آسمان بخت زن بی روزن است، گرچه اینک بعد عیسی بر صلیب مریم اندر شهر و کوی و برزن است، یک زن است.
هوش ایزدی آمد که زن کاوه آینده میهن خودمون. همای سرنوشت بال بکشوده است بر ایران زمین، باش تا سرو قد رودابه ها سر کشد تا ماه تابان از زمین، باش تا فریاد زنان، باش تا بینی که فریاد زنان برکهد از نای برق آتشین. جنگاوری در یکی پیکر شود با هم قرین، باش تا بینی کمان اندر کمان داد خواهان را کمین اندر کمین، باش تا بینی تو شیخ شهر را، باش تا بینی تو شیخ شهر را داغ ننگ جاودان اندر جبین. باش تا تاریخ بردارد خروش، باش تا تاریخ بردارد خروش، این شنیدی اینک ایران ببین، مام ایران کاوه این میهن است، مام ایران کاوه این میهن است. غرق سوگ و غم هر برزن است، گرچه خاموش صحن باغ و گلشن است، گرچه سر به سر فراز کاشمر از غمان لال سر بردامن است، گرچه ایران خاک پاک ایزدی در حصار ظلمت اهریمن است، چه دست دخت ایران سال هاست در اسارت ها به قید آهن است، گرچه بس گفتند و میگویند باز آسمان بخت زن بیروزن است، گرچه اینک
بعد عیسی بر صلیب مریم در شهر و کوی و برزن است. مشنو